تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی امتقنی بالهدى و الهمن التقوى. خداوند به موسی وحی کرد که یه کسی هست گمنام، ولی اسراری میدونه، اطلاعاتی میدونه که تو هم بلد نیستی. اگر فکر میکنی که تو بهترین و باسوادترین مردم کره زمین هستی، نه. آدرس اونجایی که تو دریا با هم ملاقات میکنن. چجوری پیداش کنم؟ یه ماهی با خودت ببر، هر جای ماهی از استبد تو پرید تو آب، همونجا وایستو طرفو میبینیش. حضرت موسی یا رفیقی برداشت یا ماهی هم برداشت و رفتن، و مقدار زیادی که رفتن خسته شدن. یه سنگ بزرگی بود، سایه سنگ خوابیدن و موسی خوابش برد. این ماهی هم از کنار این سنگ پرید تو آب. رفیقه دید اینجا ماهی پرید، همینجا باید حضرت خضر پیدا بشه. خواست به موسی بگه، دید موسی خوابه. گفت خیلی حال بخوابه، خسته، اخواب بیدار شد. میگم اخواب که بیدار شد باشن را رفتن، یادش رفت بگه. مقدار زیادی که رفتن، موسی گفت خسته شدیم، اون ماهی رو بیار بخوریم. گفت ماهی چیه؟ ماهی پرید تو آب. گفت آخه اونجایی که پرید وعده گاز، چرا نگفتی؟ گفت اونجایی که پرید تو خواب بودی، وقتی هم اخواب بیدار شدی یادم رفت. گفت پس برگردیم سر همونجا. برگشتن و خضر رو دیدن و موسی گفت من میخوام بیام ازت چیز یاد گیرم. گفت تو ظرفیت نداری، کارا منو ببینی حوصله نمیکنی. قول داد حوصله میکنم. گفت اگر سه بار کارا تو رو دیدم حوصله نکردم، از هم جدا شیم. سه بارم طی شد. یه بار سوار کشتی شدن، کشتی رو سوراخ کرد، داد زد. بچه بیگناهی رو دید کش، داد زد. دیوار خرابه رو دید داره مف بنای میکنه، داد زد. گفت خب پس بیست سه بار تموم شد، از هم جدا. اما بیا برات بگم رازش چی بود. حالا این آیه 79 رازشو میگه، بشنوید. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما کشتی که سوراخ کردم رازش ای بود که كانت لمساكين، چند تو مسکین یعنی چند تو فقیر، پول رو هم گذاشتن شرکت تعاونی، یه کشتی قایقی گرفتن باش کار میکردن. این معناش اینه که مسکین نه، یعنی هیچی نداشته. ممکنه آدم پولم داشته باشه، سرمایه گذاری هم بکنه، شریکی یه کشتی و قایق هم داشته باشن، اما بازم خرجشون با دخلشون نخوره. اینا با اینکه مسکین بودن سرمایه دارن بودن، یعنی تونستن پول رو هم بذارن کشتی بخرن کار بکنن. پس معنای فقیر ایکی نیست که آه به بساط نداشته باشه. این کشتی لمساکین برای چند تو فقیر بود که اینا شرکت تعاونی پول رو هم بشتن کشتی خریدن. یعملون فی البحر، در دریا کار میکردن و از این زندگیشون اداره میکردن، ولی بازم کمبود داشتن. من تصمیم گرفتم این کشتی رو معیوبش کنم. چرا؟ برای که کان ورائم، ورا نه پشت سر، اونی که نبینی ورائه. حالا گاهی پشت جلو آدم یه دیوار آدم نبینه، گاهی پشت سر، یعنی جایی که ما نمیبینیم یک پادشاهیه ظالم، همه کشتی سالمو میگیره مصادره میکنه. میخواستم ببینه این کشتی معیوبه، دل از این کشتی بکنه و این کشتی ما رو صاحبش بشه. خب به هر حال ظاهر کار این بود که من کشتی سوراخ کردم و کشتی مردم خراب کردم، اما باطنش این بود که کشتی رو به صاحبش حفظ کردم. خب زمنان کشتی هم یه جوری سوراخ نکه که آب بره توش و غرق بشه، یعنی اینو دیگه فنی گفت یه جوری حد که مثل که آدم گاهی وقتا تو بازی ها مثلا اینجا میذاره به یک طرف میفته، گاهی وقتا ممکنه سیری بدن خیلی صد صدام بکنه، اما بازم هیچ طورش نشه. یعنی آدم میتونه در عملیات خراب کردن فنی بود، یعنی یه جوری بود که خب به قول ما میگن دفع افسد به فاسد، چون اگر کشتی رو فاسد نمیکنه یه افسدی از کل کشتی رو هم دشمونه. مشابهش داریم، امام سجاد، ببخشید امام صادق، یه یاری داشت به نام زراره. بسیاری از روایات امام صادق از طریق زراره، ولی
متوجه شد که حکومت بنی عباس رو زراره حساس شده. در یه جلسه علنی امام صادق زراره رو توبیخ تند کرد، بعد خبر داد به زراره که من روبرو مردم توبیخ کردم ولی قلبن دوست داره ما، من همچی توبیخ کردم که فکر کنن من از تو ناراحتم، کاری نداشته باشم، اگر بفهمن من تو رو دوست دارم و تو بازوی من هستی میگیرن میکشنت. یعنی این صحنه سازی بود. یعنی گاهی وقتا اصحاب ما یعنی امامان ما هم در ظاهر یارانشون رو توبیخ میکردن که اینو از شر، مثل که امام کاظم زندان بود، شیعه ها میخواستن خمس و سهم امام بهش برسونن، گیر میکردن، شناخته میشدن. وقت امام کاظم از تو زندان فتوا داد که خمس رو بخشیدن، یعنی به هوای پول پرداخته خودتون گیر حکومت بنی عباس نندازه. امام کاظم که از دنیا رفت، امام رضا امام شد، مردم نوشتن که آقا خمس بخشید. اون میگه خمس بخشیدنیه؟ یک ریالش بخشیدنی نیست. گفت آخه پدرت بخشید. گفت پدرم بخشید تا شما گیر حکومت نیفتید. اون بخشیدن بخشیدن موقتی بود، ولی خمس که بخشیدنی نیست که. این هم یک مسئله. خب افرادی هستن که با دنیای اسرار آشنا هستن، باطن افراد را میدونن. البته ما مأمور نیستیم که، چون یه سیسه وقت پیش آمد تالو من گفت من میخوام یه ذکری وردی عبادتی بکنم که هر کسی اونم باطنش رو ببینم چجوریه، ای خوکه، ای انسانه، ای گنجشک، پلنگه. از اولیا حدث بودم به تو چه؟ ما مأمور نیستیم دنبال یک کار بریم. گفت آخه شنیدم فلان شخص افراد را با دید غیبی و ملکوتی میبینه. گفتم حالا این کار هر کی کرده کرده، شما وظیفت نیست که در یه خطی بری که مردم را معیوب ببینی. شما با طبق قانون اسلام فعل مسلمان هر وقت صحت کنیم، به ما چی که بریم باطن مردم رو وارسی کنیم؟ تمام قواعد فقهی ما برای که کار به باطن نداشته بود. یه قاعده داریم در فقه به نام قاعده سوق، یعنی قاعده بازار، چیزی که از بازار مسلمان خریدی پاکه. به تو چی که یه قاعده داریم قاعده ید، یعنی اگر یه قالیش دستی کسی میفروشه بگو ان شاء الله مال خودشه، بگو نکنه دزدی بشه، به تو چه؟ بازار مسلمان قاعده، بازار مسلمان قانون داره، دست مسلمان قالیچه تو دست این ارزش بخر. اصالت الاباحه، اصالت الصحه، بسیاری از قواعد فقهی ما به خاطر اینکه ما کار به باطن نداشته باشیم، ظاهر اینه. و کسی نماز خونه بود، نماز خونه، حالا تو دلش ریاکاره یا مخلص، به ما چی که ور بریم. بله حکومت و بودجه بیت المال او یه حساب دیگه. امیرالمومنین فرمود ارفع الیه حسابک، به بعضی از مسئولین گفت بیا ببینم پول از کجا آوردی، چون ای تو فقیر بودی رفتی این منطقه استاندار شدی، یعنی پول از کجا آوردی؟ بیت المال رو باید دقت کرد. اما غیر از مسئله بیت المال به ما چه که لباسش کجاست، انگشتش از کجاست، نمیدونم جهازیه دخترش از کجاست. و اما سفینه، از این معلوم میشه مراعات نوبت هم باید که در آموزش، چون اول کارش بوده که سفینه رو شکست، حالا اینجا میگه و اما سفینه. دومین کارش بچه رو کش، میگه و اما الغلام. سومین کارش دیوار رو ساخت، فهمود و اما الجدار. اما سفینه، اما الغلام، اما الجوار، چون به ترتیب سه تا ابهام بود، ابهام ها رو هم تو به ترتیب جواب داد. شخص حکیم هر کاری میکنه لغو نیست، اعمالش بر اساس علم و مصلحته، ولی ما ندونیم. مولوی شعر میگه، میگه گر خضر در بحر کشتی را شکست، گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست. خب گاهی وقتی یه چیزی معیوب میشه، اما همه عیب کمالشه. باز صاحب شاعر میگه که بسا شکست که از آن کارها درست شود، بسا شکست که از آن کارها درست شود، کلید رزق گدا پای لنگ و دست شل اوست. شل است یعنی دست گداش شله، پاش لنگه، اما همین شکست کلید رزقشه. پس آن شکست که از آن کارها درست شود، کلید رزق گدا پای لنگ و دست شل است. به هر حال باید حاکمان غاصب را از دستیابی به اموال مردم محروم کرد، یعنی طراحی با جوری باشه در مدیریت که افراد قلدر نتونن
چپاول کنن مال مردم را، چون طاغوت ها به کم راضی نیستن، با فقرا و سرمایه کم هم رحم نمی کنن، نمی گن اونا چند تا مسکینن چند تا فقیرن پول رو هم گشتن نکشه دادن. اونی که ظالمه حتی اگر چند تا فقیر هم جمع شدن یه قایق خریدن اونم میگیره. کارخز به امر خدا بود، گفت ما فعلته عن امری، من رو امر و سلیقه خودم انجام دادم، امر خدا بود. اما در اینا میگه عیبها، من معیوبش کردم، چون کلمه عیب کلمه نقصیه، میگه من این کشتر معیوب کردم، نمیگه خدا معیوب کرد، گرچه به امر خدا بود ولی لفظ عیب را نسبت به خودش میده، اینم یه ادبیه. خب این مال کشتی. و اما غلام چیه؟ آیه 80، چرا بچه رو کشتم؟ در آینده تفسیر میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.